بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایتمان نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز، و با تشکر از دوستان بسیار خوب در بنیاد ایمان که مقدمه مجلس معنوی امشب رو برپا داشتن که ما دور هم جمع بشیم و در مجلسی حضور پیدا کنیم که سراسر خیر و برکت هست. و حقیقتاً چه نصیبی برتر و بالاتر از این که آدمی در مجلسی حضور پیدا کنه که در اون یاد امام حسین باشه، یاد یادآوران باشه. انشاءالله صحبتی رو که امشب طرح میکنم برای شما مفید باشه. قبل از اینکه وارد مقدمه بشم و طرح صحبت اصلیم، همونطور که شما عزیزان، اونهایی که سالهاست پای صحبت‌های بنده چه در بنیاد ایمان بودن یا در تلویزیون برنامه‌های بنده رو دنبال می‌کنن، می‌دانید که من وابسته به جریان نواندیشی و روشنفکری دینی در جهان اسلام هستم. اقتضای نواندیشی و روشنفکری دینی این هست که شما یک نگاه نقادانه و انتقادی به میراث دینی خودتون داشته باشید. این نگاه نقادانه معنیش این نیست که شما بی حرمتی میکنید، بی توجه هستید به آنچه که از گذشتگان به شما رسیده، بلکه معناش این هست که شما طلب دلیل میکنید. یعنی صرف اینکه یک سخنی، خبری، آموزه‌ای به شما رسیده در مقابلش تعظیم نمیکنید، بلکه میپرسید با چه دلایل و قرائنی من باید این حرف رو بپذیرم. لذا صحبتی هم که من طرح میکنم این شب در همین حال هواست و مطمئنن در بخش اولش ممکنه که احیانا پاره ای از شما عزیزان رو بشورانه، به خاطر اینکه اونچه که ممکنه بعضی ها مقدسات قلمداد کنن اینجا نه که زیر سوال بره، بلکه ازش پرسش میشه که قرائن و شواهدش کجاست. لذا استدعای من از شما عزیزان این هست که اولا با توجه بیشتری به صحبت‌های بنده توجه کنید که این نقصانی که در بیان بنده هست و خستگی که از طول راه داشتم قدری جبران بشه و انشاءالله صحبت‌های من باعث سوء تعبیر و بدفهمی نشه. همه صحبت‌ها رو تا انتها دنبال کنید و بعداً داوری کنید. عاشورا یکی از مهمترین حوادث در تاریخ بلند اسلام هست. این حادثه نیم قرن پس از رحلت پیامبر اکرم رخ داد، یعنی دورانی که دوران قوام پیدا کردن آیین و امت پیامبر بود، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها عاشورا occurred during the formative years of Islam، یعنی اسلام هنوز شکل قطعی پیدا نکرده بود. آیینی که پیامبر آورده بود، امتی که او بنیان نهاده بود، هنوز حالت ارتودکسی درش پیدا نشده. لذا هر حادثه‌ای که رخ می‌داد می‌توانست بر سمت و سوی شکل‌گیری آیین و امت پیامبر تأثیرگذار باشه. در اون دوران جناح‌بندی‌ها و صف‌بندی‌های عقیدتی و سیاسی در بین مسلمانان شکل گرفته بود و هر جناحی هم به دنبال این بود که هدایت روند تکوین آیین و امت رو به دست بگیره. حادثه عاشورا در چنین فضایی رخ داد. در یک سو حسین ابن علی بود، بزرگ خاندان بنیانگذار اسلام، که میخواست آیین، امت و میراث پیامبر به دست نااهلان نیفته، و در سوی دیگر یزید بود، بزرگ خاندان بنی امیه، خاندانی که در دوران بعثت
از مخالفان سرسخت پیامبر اکرم بودن و طنز روزگار رو ببینید که حالا مخالفان دیروز کلیددار دارالاماره خلافت اسلامی شدن، یعنی دشمنان دیروز حافظان میراث پیامبر شدن. به تعبیر انگلیسی زبانها، The fox was now guarding the hen house. یه همچین وضعیتی در اون زمان بود. حادثه عاشورا سرمنشأ تحولات و تأثیرات پردامنه‌ای در تاریخ اسلام شد و از این میان اقلیت دینی شیعه بیشترین تأثیر را از این حادثه گرفتن، به طوری که شهادت حسین ابن علی نماد مظلومیت این اقلیت دینی شد و از اون به بعد شیعیان با بزرگداشت هر ساله این حادثه ابراز و احراز هویت می‌کردند. پس بنابراین this is the first controversial point I'm making tonight. این کارناوال هایی که شما در تهران و شیراز و قم و نجف و کابل اینها می‌بینید در روزهای عاشورا که حقیقتاً شکل کارناوال داره، این هیچ چیز مبنای ایمانی نداره. شما فکر نکنید کسی با این کارها تقرب بیشتری به خداوند پیدا می‌کنه، اینا فقط ارزش هویتی داره. یعنی شیعیان کاری بار مثبت و منفی هم نداره این صحبت منها. عرض می‌کنم این برنامه‌ها هویت شیعیان رو تحکیم می‌بخشه. شما ببینید مجلسی که ما امشب نشستیم، این دکوراسیونی که شما بعد دور این مجلس می‌بینید، این نماد هویت این بنیاد ایمان است. چیز بدی هم نیست. دین چه اسلام باشه، چه مسیحیت باشه، چه یهودیت باشه، همواره برای پیروانش هویتی میاره. لذا هویت داشتن اصلا چیز بدی نیست. اما مهم هست برای مؤمنین که فرق بگذارن بین هویت دینی داشتن و ایمان دینی داشتن. These are two separate things. درک میکنین چه عرض میکنم؟ شما اصل و اساس رو در دین ایمان بگذارید، نه هویت. اگر که هویت با ایمان مساوی بود که الان دیگه ایران ما باید گلستان ایمان باشه، بوستان ایمان باشه. بله؟ خب نیست دیگه. دلیلش اینه که ما از هویت کم نداریم، از ایمان کم داریم، از روح اخلاقی و معنوی دین کم داریم. به هر روی شیعیان با این مراسم بزرگ داشته عاشورا ابراز و احراز هویت برای خودشون در طول تاریخ کردند. اما مسلمانان با سلیقه‌ها و مشربهای گوناگونی به واقعه عاشورا نظر کردند در طول تاریخ. هر طایفه‌ای، هر گروهی بنابر مشربی که داشت، سلیقه عقیدتی که داشت، یک حظی و نصیبی از واقعه عاشورا بود. بعضی از مسلمانان از عاشورا درس‌های نیک گرفتند، پیام‌های ثواب و خوب گرفتند. البته پاره ای از مسلمانان هم از واقعه عاشورا درس‌های نادرست و ناسواب گرفتند. And this is the second controversial point I'm making tonight. به قول مولانا، زان که از قرآن بسی گمره شدند، زان رسن قومی درون چه شدند. مر رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. اون کسانی که سودای سربالا داشتند از این واقعه درس‌های خوب گرفتند. اونهایی که سودای سرپایین داشتند به قول مولانا، درس ها و پیام های ناسباب و نادرستی از این حادثه گرفتن. انشاءالله به حول و عون الهی امشب به طرح پاره ای از درس ها و پیام های عاشورا میپردازم. این درس ها و پیام ها فی الجمله میراث گذشتگان برای ما هستند. یعنی درس هایی است که گذشتگان گرفتن و به نسل های بعد منتقل کردن. میراث چه دینی باشه چه غیر دینی، انبانیست از درست و غلط، انبانیست از حق و باطل.
انبانیز از سره و ناسره. کار ما این هست که حق رو از باطل تفکیک کنیم با عقلانیت روزگار خودمون. یعنی ما که مسلمانیم دو تا فیلتر داریم به قول معروف. این به راحت به ساده ترین توصیفی که من میتونم بکنم، ما مسلمان ها دو تا فیلتر داریم، هر چه که از گذشتگان به ما رسیده از این دو فیلتر عبور میدیم. یکیش فیلتر قرآن کریم هست که مسلمانی یعنی تبعیت از این کتاب بلا غیر، دوم هم نداره این کتاب، این مسلمانی از این کتاب بلند میشه. از فیلتر اولش قرآنه، فیلتر دومش عقل ماست. یعنی اگر خبری از گذشتگان به ما رسید که با این کتاب ما شریف آسمانی ناسازگار بود یا با عقلانیت روزگار ما هماهنگ نبود، ما مسلمانان میتوانیم اون رو کنار بگذاریم. هرچند که برای گذشتگان ما بسیار مفهوم و بسیار دلنشین و خوب بوده، چون به هر حال هر نسلی فرزند زمانه خودش است. خداوندم بیش از این از ما نخواسته. این که شما میبینید در قرآن اینقدر بر عقل تأکید میشه، معنیش این نیست که شما از عقل گذشتگان تبعیت کنید، بلکه از عقل و عقلانیت روزگار خودتون تبعیت کنید. به هر حال انشاءالله امشب من ابتدا دو تا درس نادرست و ناسوابی که برخی از شیعیان از واقعه عاشورا گرفتن رو اول طرح میکنم. همونطور که عرض کردم ممکنه برخی ها رو بشورانه در مجلس امشب. امیدوارم که شما نشورید و تا آخر صحبت های بنده و عرایض من توجه کنید. دو تا درس نادرستی که برخی از شیعیان از واقعه عاشورا گرفتن و همین امروز یعنی روز 9 اکتبر 2016 میلادی برای ما شیعیان مسلمان دردسر ساز است و من به مصادیقش هم اشاره خواهم کرد از جهان امروز. در بخش دومم پاره از درس‌های نیک و درست عاشورا رو خدمت شما عرض می‌کنم، درس‌هایی که انسان ساز هستند و زندگی سازند. خب حالا شروع کنیم از اون دو درس نادرستی که برخی از واقعه عاشورا گرفتن. ببینید بعد از حادثه عاشورا شیعیان درباره اون رخداد تأمل کردند، تعمق کردند، از خودشون پرسیدن این حادثه چرا رخ داد، امام حسین در قیام خودش چه انگیزه ای داشت، چه هدفی داشت و از اون مهمتر حالا که اون نیست چه میراثی برای ما به جا گذاشته. این سوالات گریبان دوستداران امام حسین رو بلافاصله پس از واقعه عاشورا گرفت. برخی از بزرگان شیعه از دل حادثه عاشورا یک تئوری نجات و رستگاری بیرون کشیدن. با انگلیسی میشه چی؟ They constructed a theory of salvation out of عاشورا. تئوری نجات و رستگاری. اون تئوری چی میگه به ما؟ خلاصه شو فقط عرض میکنم. ببینید همه ماها کما پیش بزرگ شده ایرانی، در خانواده های خودمون در مساجد همین حرف ها رو به ما یاد می دادن، این درس ها رو، ولی ما با تئوری که پشت اینها خابیده بود نهفته بود آشنایی نداشتیم. یعنی خواستگاه فکری این صحبت ها رو نمی دونستیم. امید من این هست که در صحبت امشب من شما به تئوری که پشت این درس ها و پیام ها هست آشنایی بیشتری پیدا کنید. خب یک عده از دل حادثه عاشورا یک تئوری نجات و رستگاری بیرون کشیدن. اون تئوری چی میگه؟ اون تئوری میگوید که اولا امام حسین هیچ انگیزه دنیوی و سیاسی برای قیامش نداشت. اون نه به دنبال ساقط کردن حکومت بنی امیه بود و نه میخواست یک نظام سیاسی بدیل و آلترناتیوی رو پایه‌گذاری کنه. او برای مبارزه با حکومت اسلامی یزید قیام نکرد، بلکه برای کشته شدن قیام کرد. یه هدف بیشتر نداشت، کشته بشه. در حقیقت حسین خودش رو فدای امت کرد.
یه فدیه‌ای بود برای امت پیامبر. با این فدیه امام حسین یک راه نجاتی در برابر گناهکاران مسلمان گشود. اون راه نجات چی هست؟ شفاعت گناهکاران در روز قیامت. شفاعت گناهکاران در روز قیامت، مبالغه که نمی کنم. اینو شما در هر مسجد شیعه امروز برید به شما یاد میدن. این کانال های ماهواره‌ای شیعه که به حمدالله 20 تا هم هستن، روحانیون که صحبت میکنن شما همین داستان. من فقط دارم تئوری که پشتش نهفته است رو اینجا دارم برای شما باز میکنم. خب گناهکاران با جلب رضایت امام حسین میتوانند از شفاعت او بهره مند بشن. اگر کسی نشون بده که خالصانه و صمیمانه دوستدار امام حسین هست، محب او هست، میتواند مورد عنایت او قرار بگیره. گریه صادقانه بر حسین میتواند شفاعت او رو تضمین کنه، چرا که گریه کردن نشان شکستن آدمی است و چه نشانی از این بهتر که عمق محبت خودش رو آدمی نشون بده. پس بنابراین با گریستن بر مصائب حسین هست که آدمی میتواند عمق محبت خودش رو به اون نشون بده. یک سری روایاتی هم جعل شد که پشتوانه این تئوری باشه. من چند تاشو خدمت شما عرض میکنم از کتب بسیار مهم و برجسته. مرحوم ملا محمد هادی نراقی از روحانیون سرشناس دوره قاجاری است. ایشون یک کتابی داره به نام محرق القلوب، یعنی غمهای جانسوز، غمهای جانکاه، درباره واقعه عاشوراست. در اون کتاب مرحوم نراقی میگوید که در روز عاشورا خداوند یک لشکری از جنیان رو برای یاری امام حسین فرستاد، چون که در یک طرف 72 نفر بودند، در سوی دیگر چندین هزار لشکر باطل، برای اینکه خداوند نصرت و یاری بکنه امام حسین رو از لشکریان جنی فرستاد برای او. این احتمالاً شما این روایاتو در مساجد شیعه زیاد شنیدید. وقتی که اون لشکریان خودشون رو بر امام حسین عرضه کردن و گفتن ما برای یاری تو آمدیم، امام حسین اجازه جنگیدن به اونها رو نداد. به چه دلیل؟ امام حسین به اونها گفت به چه دلیل، و دلیلش هم این بود. من حالا کد میارم از کتاب محرق القلوب. من، امام حسین گفت، من اصلا علاقه به زندگی این جهان ندارم و میخواهم به زیارت وجه پروردگارم نائل شوم. هر کس بخواهد مرا یاری کند باید فقط بر من بگرید. میتونید حدس بزنید که این پاسخ برای چه پرسشی هست؟ اون پرسش پرسلابت و جانسوز امام حسین در روز عاشورا، هل من ناصر ینصرنی؟ آیا کسی هست که من رو یاری کنه، مساعدت به من بکنه؟ این پاسخ اون پرسش امام حسین هست. به عبارت دیگه، بنابر رأی مرحوم نراقی، گریستن بر مصائب حسین عین یاری کردن او است. شما در سال 2016 میلادی در شهر روساندس میخواهید به ندای حسین پاسخ بدید، هل من ناصر ینصرنی رو پاسخ بدید، بر مصائب حسین گریه کنید. خب حالا سوال اینجاست، اگر ما گریستیم چه ثوابی داره؟ ثواب لفظ عربی هست. ما فارسی زبان ها اگه فارسیش رو بدونیم بهتر مفهومه. ثواب یعنی سود. شما هر کاری که در طول روز میکنید دنبال یه سودی هستید دیگه. اگر بر مصائب حسین گریستید، سود برای شما چی داره؟ مرحوم شیخ صدوق در کتاب معروف عدوم اخبار و رضا، که احادیث و روایاتی است که اون بزرگوار جمع کرده از امام هشتم شیعیان، پاسخ این سوال رو میده که گریستن بر مصائب حسین چه سودی برای شما داره. این کد میارم از همون کتاب. میگوید، روایتی است که ایشون نقل میکنه، اگر بر حسین طوری گریستی که اشکت بر گونه ها روان شد، تمام گناهانت اعم از کوچک و بزرگ بخشوده خواهد شد.
شما یه صحبتی شبیه به این رو در کتاب مفاتیح الجنان هم پیدا میکنید. امشب که مدلر رفتید، اونهایی که مفاتیح دارن، اون بخش اعمال وارد در روز عاشورا رو شما اگه برید میبینید که مرحوم شیخ عباس قمی که مفاتیح رو جمع آوری کرده، فضیلتی رو ذکر میکنه برای گریستن بر امام حسین در روز عاشورا. و او میگوید که درباره این فضیلت که اگر کسی بر حسین در روز عاشورا گریه کنه، ملاقات کند خدا را در روز قیامت با ثواب 2000 حج و 2000 عمره و 2000 جهاد که ثواب آنها مثل ثواب کسی باشد که حج و عمره و جهاد کند در خدمت رسول خدا و ائمه طاهرین. ببینید شما از کنار این احادیث رد نشید به سادگی ها، نگید these are innocent sayings. They are not innocent. They shape the beliefs of millions of people. That's how they approach religion. That's how they approach faith. اینه که عرض میکنم این صحبت ها جدی هست، هرچند که ممکنه برخی رو براشوبه، همین هست. از کنار اینها به سادگی عبور نکنید. حالا من حیفم میاد که در پرانتز این عرضهای تئوری از کجا آمده. این تئوری که مطلقاً اول به قرآن سازگاری نداره. یعنی شما نه در قرآن اصلا چیزی میبینید که اگر کسی بر یک بزرگی، بر یکی از اولیای خداوند گریست، این مثل ثواب جهاد، اصلا این چیزا نیست. سوال اینه از کجا این حرفا آمده؟ Do you know where it came from? Christian theology. فقط خلاصش رو خدمتتون میگم. در الهیات مسیحی ما یه تئوری داریم به اسم تئوری فدیه. مسیح علیه السلام بنابر این تئوری فدیه‌ای بود برای نجات آدمیان. وقتی که مسیح بر صلیب شد، شکنجه شد، آزار شد، با مصائب خودش باز پرداخت کرد دینی که آدمیان بابت گناه اولیه آدم و حوا درباره در برابر خداوند داشتند. یعنی وقتی که آدم و حوا اون معصیت رو کردن، ذات بشر گناهکار شد، آدمیان مدیون خداوند شدند و این دین باید باز پرداخت میشد. This debt must have been repaid. چطوری باز پرداخت شد؟ با مصائب مسیح. و حالا از این به بعد انسان‌ها با عشق ورزیدن به مسیح و پذیرش او به مثابه منجی و سیویر می توانند نجات پیدا کنند و رستگار شدند. شما در هر چرچی که روز یک شنبه آینده تشریف ببرید و سوال کنید که داستان رستگاری در مسیحیت چیه، اجالتاً همین رو به شما میگن. تقریبا این همین رو شما درباره امام حسین هم میبینید، آنگونه که در نزد برخی شیعیان رواج پیدا کرد. خب درس واقعی عاشورا برای این عده چی بوده؟ درس عاشورا مصیبت، ماتم و عزاست. این درسی است که عاشورا برای کثیری از شیعیان داشته و تا امروز. و روحانیون ما صدها سال هست که بر منابر همین درس رو به توده‌های مردم میدن و اصلا تشیع رو مذهب عزا کردن و از هر فرصتی هم برای گریانیدن مردم استفاده می کنن. حتی در اعیاد من بودم در مجالسی که برای روز عید قدیر تشکیل شده. وقتی شما برای روز عید به یک مجلسی میرید، توقع و انتظار همه چیز دارید الا که گریه کنید، ولی می کنند. و اگر بپرسید گریه برای چی در روز عید قدیر، پاسخش این هست که ثواب داره برای مردم، ثواب داره. به هر روی واقعیت امر این هست، جوان هم در مجلس امشب هست، اگر تک تک اینها سوال کنید، چون من خیلی با جوانها هش و نش دارم، اولین انتقادی که میکنن میگن آقا این دینی که شما به ما دارید تعلیم میدید دین عزاست، شادی گریزی از سر و پای این دین میباره، گویی که آدمهایی که محزونن، غمگینن، اینها به خدا نزدیکترن، خدا این پنداری اینها رو بیشتر دوست میداره تا آدم هایی که مثل مولانا شادن، طربناکن. میخوام بگم متاسفانه تشیع رو عده‌ای مذهب عزا کردن به ناحق البته. و این درسیست که همین امروز روز 9 اکتبر 2016 گریبان ملت ایران رو گرفته.
اونایی که مثل من علاقه به بازی فوتبال دارن میدانن که روز سه‌شنبه این هفته بازی تیم ملی ایران هست با تیم ملی کره جنوبی. خب ماشاءالله شما هم که همه دنبال میکنید اخبار داخل کشور رو. بله؟ خب خبر عوضی به شما دادن. سه‌شنبه است. یه باره میز نکنید. برای خب سه‌شنبه بازی فوتبال در ایران میدونید سه‌شنبه چه روزی هست؟ روز تاسوعا است. خب الان یه بحران و اینو من I'm not saying it lightly. یه بحران. We have a crisis on Mr. Rouhani's hands today. یه بحران درست شده که آقا بازی فوتبال در روز عزاداری دیگه چه صیغه‌ای هست؟ روحانیون دست به سلاح شدند. فشار به دولت آوردن، به فدراسیون فوتبال که بازی فوتبال ایران و کره رو کنسلش کنید. به خاطر اینکه ممکن هست که تیم ایران گل بزنه به تیم کره و اگر مردم به هوا بپرن، شادی کنن، خب این چه بی‌حرمتی است به اهل بیت پیامبر؟ چه بی‌حرمتی هست به روز تاسوعای حسینی؟ اینا قصه نیستا، اینا حقیقت رو من دارم عرض میکنم. این مشکلات جریان جامعه شیعه رو این رو گرفته. این بحرانیست که ما داریم. وقتی که یک عده‌ای درس نادرست از واقعه عاشورا میگیرن و فکر میکنن که پیام عاشورا مصیبت هست، ماتم هست، عزا هست. بر این درس اول بود، درس نادرست و غلطی که یک عده ای از این واقعه عظیم گرفتن. و اما درس دوم که به مراتب خطرناکتر هست، این هست که برای برخی شیعیان پیام عاشورا پیام نفرت هست، پیام کینه‌توزی هست، پیام دشنام دادن و لعنت فرستادن هست. حالا توضیح که بیشتر دادم، اونایی که سرشون رو دارن تکون میدن متوجه میشن که یعنی چی این حرفی که الان من میزنم. ببینید، میشه حد زد که دوستداران و هواداران امام حسین در روزهای بلافاصله بعد از شهادت اون بزرگوار چقدر تلخ‌کام بودن، چقدر خشمگین بودن از قاتلان، از عاملان و آمران اون حادثه تلخ، چقدر اینها در سودای خونخواهی و انتقام گرفتن از اون جنایتکاران بودن و از قضا احساسات این شیعیان اولیه در یکی از مهمترین زیارتنامه ها هم آمده که ممکنه خیلی از شما عزیزان هم فراوان بخونید. اون زیارت عاشوراست. چند نفر از شما با این زیارت آشنایی دارید؟ خب باز عرض میکنم با ذهن باز به این صحبتهای بنده توجه کنید. زیارت عاشورا به خوبی احساسات اولیه شیعیان رو در بر داره. یعنی انتظارات، توقعات و تفکرات یک جامعه‌ای که مظلوم هست، یک جامعه‌ای که شکست خورده در جنگ رو به خوبی عیان و آشکار میکنه. عباراتی که در این زیارتنامه آمدن نشون میده که در اواخر دوره اموی املا شده، یعنی در اون زمانی که هنوز عاملان و آمران اون جنایت فجیع هنوز بودند. درک میکنید؟ یعنی این زیارت بسیاری خطابهاش به اونهاست. این زیارتنامه بعدها بسیار مورد توجه برخی بزرگان شیعه قرار گرفت و برای اون ثوابهای زیادی ذکر کردند تا بلکه شیعیان مرتب اون رو بخوانند و اصلاً با اون زیارتنامه زندگی کنند. بله، در این زیارتنامه نکته‌های نیکو فراوان هست، حرف‌های حق فراوان هست، دعاهای بلند و عمیق هم فراوان هست. اما برای نسلی که 1300 سال بعد از اون فاجعه امروز زندگی می‌کنه، پاره ای از اون زیارت ثقیل الهضم هست. یعنی براشون دشوار هست که بتونن بپذیرن و اصلا اون رو مبنای مناسبات اجتماعی خودشون بکنن. حالا من بیشتر توضیح میدم. ببینید، در این زیارت لعنت فراوان یافت میکنید شما و شاید تکراری ترین
عبارت در این زیارتنامه لعن الله هست. لعن الله در فارسی میشه چی؟ خداوند لعنت کند. خداوند این تکراری ترین عبارت در این زیارتنامه هست. لعن الله آل زیاده و آل مروان، لعن الله بنی امیه قاطبتن، لعن الله ابن مرجانه، لعن الله عمر ابن سعد، لعن الله شمر و ده ها لعنت دیگه. لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم. در اون زیارت دعا میکنید شما خدا لعنت کند مردمی را که از عمرای ظالم برای جنگ با شما یعنی شهدای کربلا اطاعت کردند. از این قسم لعنت ها شما فراوان میبینید. مشکل کار میدونید از کجا شروع شد؟ رفته رفته. It didn't happen overnight. رفته رفته سب کردن. سب در فارسی یعنی دشنام. لعنت کردن و نفرین کردن پاره ای از گفتمان و ادبیات شیعیان شد. و بعدن شیعیان دیگه حالا همه مخالفان فکری خودشون رو دشنام میدادن. نه دیگه حالا فقط بنی امیه، حتی به قول خودشون خلفای قاصد ابوبکر، عمر، عثمان، یعنی اینهایی که صحابه پیامبر بودن. یعنی پیکچر ده کسانی که صحابه پیامبر بودن، کسانی که در اون دوران سخت، دوران که اصلا معلوم نبود این دین باقی بمانه، اینها یار غار پیامبر بودن، حالا دیگه مثل نقل و نبات بدون شرم کردن توهین میکردن به خلفا. به همسر پیامبر عایشه مثل نقل و نبات لعن فرستادن، دشنام دادن. اما اگزاجریدین. امشب که رفتیم مجلس این کانال های ماهواره‌ای رو تاپ بدین، حداقل 20 تا 30 تا کانال شیعی ما داریم الحمدلله. پای هر صحبت روحانی که در این کانال ها صحبت میکنه بنشینی تا دلتون بخواد از این دشنام هاست به مخالفان عقیدتی شیعه. ببینید شما عزیزان از کنار این لعن و نفرین ها به سادگی نگذرید. به خاطر چی؟ به خاطری که این لعنت کردن ها و نفرین کردن ها بستر بسیاری از فاجعه های خونین در تاریخ بوده. این جنگ زرگریه، جنگ زرگری شیعه و سنی، از اون ساید شیعیش اگه نگاه کنید به خاطر همین لعنت کردن ها هست و این نفرین کردن ها. تخم کینه و نفرت در دلهای مردم کاشتن همواره میوه های تلخی به بار خواهد آورد. و این درس ناسوابی است که برخی از روحانیون ما از واقعه عاشورا گرفتن و حالا دارن به مردم هم تعلیم میدن. آقای جوادی آملی از بزرگان حوزه علمیه قم هست و ایشون یک کسی هست که اصلا مفسر قرآن هست، فیلسوف هست. من عمدن کدم رو از ایشون میارم که شما فکر نکنید حرف یک طلبه هست. در سال 1389 هجری شمسی در ایام عاشورا ایشون جلسه درس اخلاق داشت، درس اخلاق. در اونجا ایشون قدری میخواد توضیح بده درباره دکترین شیعیان. میگوید که ما شیعیان یک شعار رسمی داریم، Official Slogan of Shiis. این شعار رسمی دو تا بخش داره. کد میارم ازشون. ایشان میگوید بخش اولش یکی این است که از خدای سبحان میخواییم اجر عزاداران را زیاد کنند. یعنی چی؟ همون درس اولی که بنده خدمت شما عرض کردم. یعنی دکترین رسمی ما این است، اجر عزاداران را زیاد کنند. و دیگر بخش دوم، از ذات اقدس الهی میخواییم که ما را جزو کسانی قرار دهد که خونخواهی سالار شهیدان را دارند و دنبال انتقام از قاتلان سید و شهدا باشند. Are you following this؟ یعنی شیعه راستین چه کسی هست که امروز در اکتبر سال 2016 به دنبال انتقام گرفتن از قاتلان امام حسین باشه؟
خب جناب جوادی عاملی که اینها رو از خودش در نیاورده، اینها تمام مبنای روایی دارن، در روایات آمدن. امروز شیعیان در بسیاری از زیارت‌های خودشون میخونن اینها رو. من جمله این دعا که در زیارت‌های شیعیان آمده، یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله، خداوند دعاست دیگه، خداوند روزی من قرار ده که به همراهی امام منصوری از اهل بیت پیامبر خونخواهی حسین را بکنم. I have a question for you. به عنوان یک کسی که مال نسل امروزه و جوانهای شما، همین سوال از من میکنم. حالا من این سوال از شما و از کسانی میکنم که این دعاها رو براش ثواب قائلم. اون سوال اینجاست. امروز که دیگه بنی امیه نیست، یزیدی نیست، این چه معنا داره که کسی از خداوند طلب کنه که به او توفیق بده در رکاب امامی باشد که انتقام خون حسین رو بگیره؟ اولا اون امام کجاست؟ دوما من اون کسانی که اون فاجعه رو پدید آوردن، اون جنایتکاران، اون قاتلان، they are not even part of the genetic pool anymore. من کی میخواید برید انتقام بگیرید؟ از چه کسی شما میخواید انتقام بگیرید؟ خب حالا جواب داره البته، جوابی که قائلان به این حرف ها میزنن، اونا میدونید به شما چی میگن؟ خب بله، البته یزید نیست، قاتلان اون فاجعه نیستن، اما اخلاف یزید امروز هستن. اخلاف در فارسی میشه چی؟ واژه عربیه دیگه، حالا فارسی شمیشم که شما بفهمید. اخلاف یعنی بازماندگان، یعنی جانشینان. خب یزید که نیست، اما جانشینانش که هستن. خب حالا من امروز از کجا بفهمم جانشین یزید کیه؟ مصداق یزید امروز کیه؟ حالا خود اون روحانیون هستن که به من و شما مصداق اخلاق یزید رو در سال 2016 به ما میگن کیه. جنگ ایران عراق رو به خاطر دارید؟ اینا قصه نیستا. به صدام حسین ما چی میگفتیم؟ اونایی که در ایران بودن، صدام یزید کافر. اینا هم هی شعار میدادن، نمیتونن فهمیدن تئوریش از کجا میاد. امروز مصداق اخلاق یزید چه کسانی هستن؟ آل سعود. این رو دقیقا شما میشنوید. امروز مصداق، پس بنابراین یک کسانی به من و شما میگن در هر زمانی اخلاق یزید چه کسانی هستن. میخوام این خدمتتون عرض کنم که عملا خونخواهی امام حسین یک حربه‌ای شد برای جنگ قدرت، مستمسکی شد برای جنگ‌های فرقه‌ای بین شیعه و سنی. این قصه نیست. برای شما من یک گزارشی رو نقل می‌کنم از روزنامه گاردین چاپ لندن. این مقاله مال 2 هفته پیشه. من این روزنامه رو هر روز می‌خونم. وقتی بهش رسیدم دیدم ای داد بیداد، همین پشتوانه حرفی است که من میخوام امسال درباره عاشورا بزنم. در روزنامه مقاله گاردین در روز 29 سپتامبر 2016 گزارشی از جنگ امروز سوریه آمده. من اصلا کاری به جنبه سیاسیش ندارم و که حق با کیست، این اصلا وارد اون من نمیخوام بشم. من فقط میخوام خدمت شما عرض کنم چطوری خونخواهی حسین کردن رو شده مستمسکی برای جنگ هایی که امروز جریان داره. عنوان این مقاله این هست: Sectarian Fighters Masked for Battle to Capture East Aleppo. میدانید که این روزها ارتش سوریه و شبه نظامیان شیعه که از ایران و لبنان و پاکستان و افغانستان و جاهای مختلف رفتن، میخوان حمله کنن به شهر حلب که اون بخش شرقیش رو هم از دست سنیان بیرون بکشن. در گزارش گاردین آمده که یکی از فرماندهان شبه نظامیان شیعه وقتی که داشت برای سربازان سخن می گفت، اشاره کرد به مظلومیت تاریخی شیعیان و مخالفان بشار اسد که در شهر حلب هستند رو مقایسه کرد با قاتلان امام حسین در کربلا. یعنی باز همون تعیین مصداق کردن برای اخلاق یزید. من حالا این اون جمله‌ای که در روزنامه گاردین آمده رو برای شما میخونم. این از قول اون فرمانده شبه نظامیان شیعه است:
We are facing monsters. We are facing monsters, the grandsons of Yazid and Muawiyah, and the grandsons of those who carried out the Karbala massacres, and today they want to repeat them. اینو این دقیقاً چیزی که شما می عین همین صحبتی است که من الان دارم خدمت شما عرض میکنم. ببینید این هیچ چیز نیست الا مصادره کردن عاشورا و امام حسین برای مقاصد سیاسی. مصادره کردن عاشورا برای جنگ قدرت. خواهران و برادران، از این برادر کوچک خودتون بشنوید. پای خونخواهی حسین رو به منازعات سیاسی، به جنگ قدرت باز کردن نه تنها یک کلاهبرداری آشکار هست، بلکه گره‌های جهان ما رو اصلا کورتر میکنه. اینو من اول به زبان انگلیسی میگم که مطمئن بشم صحبت بنده رو همه کاملا گرفتن چی میگم. When you label your opponents the grandsons of Yazid, you effectively block any path to compromise. You effectively block any path to a political solution to conflicts that we face every day. به عبارت دیگه، وقتی که شما به مخالفان سیاسی خودتون، هر چند هم که شما برحق باشید، هر چند هم که شما مظلوم باشید، وقتی به مخالفتون برچسب یزید، اخلاق یزید میزنید، عملا راه مصالحه رو مسدود میکنید، امکان دستیابی به یک راه حل سیاسی رو برای خاتمه نزاع از بین میبرید. مگه آدمی میتونه بر سر میز مذاکره بشینه با یک کسی که از بازماندگان یزید هست؟ درک میکنین که عرض کنم شما از کنار این مسائل به سادگی عبور نکنید. بسیاری از معضلاتی که ما امروز در کشورهای اسلامی داریم، به خصوص شیعیان، به واسطه همین درس نادرستی است که پاره ای از واقعه عاشورا گرفتن. یعنی درس کینه، درس نفرت، درس لعنت کردن و دشنام دادن. خب اینها البته درس های نادرست و ناسوابی است که نباید ما از عاشورا بگیریم. درس هایی که با روح معنوی و اخلاقی دین مغایرت دارند. اما امام حسین و عاشورا چهره های دیگری هم دارند. از این حادثه درس ها و پیام های دیگر هم می توان گرفت. درس های و پیام هایی که سازنده هستند نه مخرب. روح پرور هستند و نه نفرت انگیز. درس هایی که وحدت آفرینند نه تفرق افکن. There are lessons to be learned from Ashura that can bring all Muslims of different stripes in one happy union. Let's hear some of those lessons. این درس هایی که می توانند گره گشا باشند برای جامعه امروز ما. مایلم که این گونه درس ها و پیام ها رو از زبان مرحوم علامه اقبال لاهوری بیان کنم. نمی دونم شما عزیزان تا کجا با مرحوم اقبال لاهوری آشنایی دارید، اما برای اون کسانی که جوانتر هستند و احیانا ایشون رو نمی شناسن عرض کنم که ایشون پدر نهضت اصلاح دینی در اسلام معاصر هست. He is the forerunner and the father of the reform movement in Islam today. او اولین کسی بود که به طور قاطع و شفاف از نیاز به رنسانس اسلامی سخن گفت، از نیاز به پروتستانتیزم اسلامی سخن گفت. 100 سال پیش، یعنی در وقتی که همه در خواب غفلت بودند، او بود که ندا سر داد که انحطاط امروز مسلمانان به واسطه انحطاط فکر دینی اونهاست. تا فکر دینی مسلمانان اصلاح نشه، هر اصلاح سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محکوم به شکست است. فاعتبروا یا اولی الابصار. ما چند بار تو کشور خودمون همین تجربه رو پیدا کردیم، چند بار تا الان نهضت به پا کردیم، انقلاب کردیم، اما همه سیاسی بودند. هیچ کدام به فکر اصلاح فکر دینی ملت ما نبودند. به خاطر همین هم هست که ما از یک چاهی در میاییم تو یک چاه عمیق‌تری میافتیم. اقبال اولین کسی بود
که ندا سر داد. شما مسلمانان اگر میخواید از شر استعمار غرب رها بشید، از شر استبداد داخلی که دست نشانده استعمار هست رها بشید، راهش یکی هست ولا غیر. فکر دینی خودتون رو اصلاح کنید. یعنی چی؟ اون رو از اون دوتا فیلتری که قبلا عرض کردم عبورش بدید. اونچه که به عنوان دین بر شما عرضه شده از فیلتر قرآن و عقل روزگار خودتون عبورش بدید. اگر چیزی بیرون نیامد اون رو دین قلمداد نکنید. به هر روی این ندار اون بزرگوار سر داد. از همین روز که همه نواندیشان و روشن فکران مسلمان که خود بنده هم پاره ای از اونها هستم امروز بر سر سفره ای نشستن که اقبال لاهوری برای ما پهن کرده بود. اقبال البته یک حکیم و اندیشمند غیر شیعی است، سنی مذهب است، اما کسی است که بسیار تحت تأثیر مولانا است. به صراحت خودش رو وامدار مولانا میدونه. حیفم میاد این قصه را از اقبال به شما نگم. اقبال در آکسفورد، در لندن و همینطور در دانشگاه مونیخ دکترا در فلسفه گرفته بود. دکترا در فلسفه، یعنی اون زمانی که اصلا جهان اسلام فلسفه چیزی نمیفهمید. وقتی که ایشون دکتراش از فلسفه در فلسفه گرفت، برگشت دوباره به هندوستان اون زمان. میدونین چی گفت؟ وقتی که بهش مثنوی مولانا رو دادن و خوند، میدونین چی گفت؟ گفت افسوس از عمری که در فرنگ به بیهودگی سپری کردم. یعنی مثل من نرفته بود در فرنگ لاس وگاس بره، نرفته بود که بره دیسکوتک، نه، رفته بود در فرنگ در عالی ترین سطح فلسفه یاد بگیره. وقتی که برگشت به هندوستان گفت آب در میان کوزه و تشنه لبان میگشتیم. ما رفته بودیم اروپا که راه نجات یاد بگیریم، در حالی که نجات و همین مثنوی خودمون هست. به صراحت خودش رو وامدار مولانا میدونه و شاید به خاطر همین هم هست که شما پارالل های زیادی بین اقبال و مولانا میبینید. من جمله این که هر دوی اونها حاصل تأملات و دریافت‌های خودشون رو در ظرف شعر عرضه کردن. مولانا قالب حرف‌های خودش رو در قالب شعر زده. درست میگم؟ مثنوی دیوان غزلیات، اون هم به چه زبانی؟ به زبان ترکی؟ نه، به زبان شیرین فارسی. And guess what? Even though Iqbal was from India, the majority of his poetry is in Persian language. غالبش به زبان شیرین فارسی است. و مشابهت سومشون، هم اقبال و هم مولانا از شیفتگان امام حسین هستند، از محبان امام حسین هستند، هرچند که هر دوشون سنی مذهبند. هم مولانا سنی است و هم اقبال لاهوری. و این به خوبی نشون میده خواهران و برادران که امام حسین متعلق به امت اسلام هست، نه فقط به جامعه شیعیان. He is a treasure for Muslims all over, not just the Shi'i minority. یه اسد هست، یه گنجی هست، گنجینه ایز حسین برای امت اسلام. در اثر معروفش رموز بیخودی که یک منظومه ای هست، اقبال یک مثنوی بلندی داره درباره واقعه عاشورا. نمیدونم شما صحبتای بنده رو میتونید دنبال کنید تا الان؟ خیلی دار خستم، نمیدونم حالا حرفای من مفهوم هست یا نه. ان شاء الله که باشه. خب یه صلواتی هم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این منظوم مثنوی بلند عنوانش این هست: در معنی حریت اسلامیه و سر حادثه کربلا. این عنوان خیلی گویا هست، در معنی حریت اسلامیه و سر حادثه کربلا. یعنی چی؟ یعنی از دید اقبال کر حادثه عاشورا یک حادثه متعارف نیست، چیز دیگری است.
رموزی داره، اسراری داره. این حادثه باید دیکود بشه، باید رمزگشایی بشه تا بعد درون مایه های خودش رو آشکار کنه. و حالا اقبال در این ابیات میخواد رمزگشایی کنه برای ما شیعیان که حادثه عاشورا سر چه چیزی هست. انشاءالله که باید برای همه ما شنیدنی باشه آرای اقبال. اقبال با یکی دیگه از تشابهاتش با مولانا این هست که امام حسین رو امام عاشقان میدانه، امام عاشقان. هر دوی اونها با همین وصف از امام حسین یاد کردن و هر دوشون قیام امام حسین رو یک کار عاشقانه میشناسن. یعنی در روز دهم محرم سال 61 هجری در صحرای داغ کربلا عشق میداندار بود، عشق جلوگر بود. حالا چون وقت تنگ هست و شما هم خسته هستید، من یک گزیده ای از ابیات اقبال رو در معنی حریت اسلامیه و سر حادثه کربلا برای شما میخوانم و یک توضیحات اندکی هم پیرامون اونها میدم. این مثنوی با این